بگیم. شهیدی حسین آقا، حسین آقا دیگه از بچگی شاید آقا، از حسین آقا تقریبا 6-7 ساله بود و که انقلاب شروع شد و خلاصه حسین آقا تا کلاس چندم رفت مدرسه؟ تا 4 پنجم بیشتر نرفت دیگه. بعد از ما خوب نبود دیگه، خب نمیتونستیم یه رو بفرستیم دیگه، ولی اما 4 پنجم، پنجم بود، ششم بود. امی خواهرش بهتر میدن اما. درسش خوب بود؟ خیلی درسش علاقه داشت به امی مصیبت خواندن و یرفا. همو جورش توی همو جیبه برای بچه ها مصیبت میخواند و یرفا. مداری میکرد. خیلی. و بله حسین آقا کجا میرفت سر کار؟ حسین آقا ما رفت درس میخوان. خب تا کلاس پنجم درس خون؟ نمیدونم پنجم ششم بنظرم. خب حسین آقا با برادرش کار میکرد، مزدشو میآورد به شما میداد؟ بله، بعد که درس نخوان با برادرش کار میکرد. بعدی که دیگه درس دید. یعنی ما خودم گفتم بیا برو با کاسی بیاد بگیر ما بعض ما دیگه. خب هم برار بزرگش کار میکرده تا وقتی شهید شد با همو کار میکرده. داشت بیاد راه کی؟ حسین آقا. بو که جونش در بود، خدا بمرد برای این کارا. حسین آقا تو پایگاه وسیج هم بوده؟ آه جون فرمونده پایگاه بود دیگه. ماکنه بودیم اونجا خودشو. خب نمیومد براتون تعریف؟ اون بچه نبود که بیا به ما تعریف کنه اصلا. ما گفتیم بابا چیزو که جبه مری هم یک دفعه جلوی تلویزیون بیار ما تو رو ببینیم در جبه. ما گفت ما جلوی تلویزیون علی جلوی تلویزیون نیستم بیم نشون بیدم. خود را پایماییم که ما شد یه چوب درست کده بود خدا میدنه امیقدری توی ایستین خجا میکرد تا اینجی دستش. حالا ما اینجی که شما از باباش سال کدین ما همی دخاطر اماماد میخواستم باز کتم سرم گفتم که با سمینر چکار نیست اینجا؟ ما گفت قد بابا ما رو را پیمایی همی سربازا که ما یارو ده ما که یا ما رو بیزنه یا بیگیره با همی چوبا یا میزنم یا پشت پاش میزنم که بیفته. اینجوری دیگه یزم همون درد خواهم رفت همون کارا رو میکرد. اصلا یه بچه اون گفت اصلا که کرلال یکی تیفلی آلیش نمیشه این رو نگیریم باره که یک کاری میشه. یه بسر بزرگه هم دو خانواده گردنشی. خب یکی هم که تهران درس میخونه پس بگذار ما دیگه جواب اینا رو دیگه ما رفتن اینجور در روپای مایی. وقت صبح هم که دیگه تا مدتی که همون درس خو خواند صبح هم ما رفت قدم داداشش صاف کاری. می رفت صاف کاری. چند تا سال شهید چقدر نسبت به نماز اول وقتش مراقبت داشت؟ نماز چی دمو سیندی کم خواند. از نماز چی بگو، از روزه چی بگو، از کارایشی، از خوبیایشی. خدا نمیدونم اصلا ما خود متعجب که رفته بدیم دهی بچه کی. ما گفت باباش ما گفت دیگه نرو جبه هم. ما گفت بابا ویست تو یک بار بیا برو جبه 45 روز 45 روز برو جبه ببین جبهه با ما نیاز نداره. مد به جبهه نیاز داریم که نبوریم اونجا یک فیضی بگیریم یک فیضی ببریم نگاه کنیم ببینیم چی کارم چی خبره. تو بابا ما رو عوض که بگیم تو برو یه برار تو ایجور و برار تو کرلالا و برار تو نوک قلم مداد خو بجنگه. وقت تو ما رو میگی نرو بگذار ما برو اینجور عاشق و مشوق ما رو نه تا چه کار میکرد اون چند سال که
چند سال که میرم که مادر است برادرش تو صافایی مزدش رو پس انداز میکرد یا اصلا برادرش بهش مزد میداد؟ نه مزد میگرفت. خب دیگه باباشم بنده خدا نمیتونست خب دیگه موز خب میگرفت تال نمیدونم چند میداد چند نمیداد دیگه برار بودن دیگه میداخت چیزی میگرفت اما پسندازم مکن او زمان از این پنشتمنه قرمز بود یک چی داشت یک اتاق داشت تو اتاق ما رفت اینا رو میچیند قشنگ و سین گذشته بود خاطرهای زینا مادر چقدر شامله حال شما و پدرش بود باشد؟ جان؟ چقدر کمک دست شما و آقا بود؟ کمک ده خانک می آمد دیگه اگر نون نداشتی مدوید اگر گوشت پوستی نداشت هر چی می خواستی مادر چی می خواهی؟ مادر چی؟ یک وقتا من تو می گرفت تنش میکرد من تو مره تنش میکرد مگفت مادر آلی دختر شدم آلی برید کارم نمید من تو میگرفت تنش میکرد یک روسیلی سرش میکرد از بستی شوخ عرفای شوخی میزد که ما رواسم پرد مگم نم چند دیر اون خوارش میده نکی بیمارستان تهران بود ما نم دینستم که یه مجروش داد چند با مطرف پایگاه بسیج محلتون که حالا پایگاه بسیج همین چهار مخصیصی بود و الان هست اعزام شد به لحاظ مردمداری اجتماعی ارتباطش با درم همسایه چطور بود؟ خوب بود نه خیلی خوب بود دست به خیلی هم بود مثل حاج آقا و مثل خودتون که اگر کسی تو مسیر میره کاری داره برای کسی بخواد انجام بده بعد از شهادت یک چیزی شنیدین از همسایه ها از دوربریاش دیگه خاطره که این از محبت میره با نیشه هر کی که دو مغل صافکاریشی بود که تعریفی بچر میکرد هر کی که دو پادگان بسیج چند بار خود تنها ما رفتم پادگان بسیج دیساب بسیج چی دویدیم دیگه و خوارایشی خودم ما رفتیم امی مسجد الحمید اینجا ما رفتیم دیگه چند جایی ما رفتیم از این تعریف مکدن مگفتن حسین عزتیان عمزه مگفتن میگه چرا مگفتن عمزه؟ عمزه مگفتن که از بس تو اونجی فعالیت مکدن در جبهه برای همین دو تابوتش نوشتن عمزه سیده شد آدم زندگیش بیشتر از کی الگو میگرفت؟ کی بیشتر چی؟ بیشتر کی الگو خودش قرار میداد؟ شما آج آقا یا اگر دوستی معلمی یا کسی توی آشنا بود؟ تو واقعا امه را دوست داشتی بچه امه را چی داشت امو وصیت نامه خم که می نوشت امو چی خور که امو وصیت نامه خم که نوشته بود که چی امو نخریسی بنده خدا امو آجی بازارگانی که مگم یک عالم نه اینا رو بردم چاپ کدم که اینا خاطره بیدن در کسی به خانه ای برد بیدن کدوم اخلاق حسین آقا با بچه های دیگر تو فرق که دیگه براتون ثابت شده بودیم بچه با بچه های دیگه فرق از بچه ها که یک خاطره که فرق منه دیگه اما بازم خوبن خدا را شکر منم خانم که چون خود من وجود دارای سواد نبودم پدرشم نبود این اوزای شلوغ پلوغ که اینجور مثلا چی شد انقلاب شد که داخلی و جنگ و جدل اینا شد یکی منافق شد یکی سباکی شد یکی گردی شد خدا رو شکر خدا رو شکر دیگه حاصل رزق حلالی که آجوان سر صبح برای بچه ها میمونه و شیر پاک مادر آقاش کنه ای قربانیت برم هرچی بود سلای خدا مکسی بندگی خور خیلی کدیم دیگه اون چی که عقل مکشیده اون چی که فکر مکار کده اون چی که روزه بوده مسجدی بوده زیارتی بوده عرمی بوده هر جای خود خور تا دم داشتم پا داشتم کش کدم رفتم اون چیزی که از دیر میدونستیم بهش عمل کرد بله عمل کدم دیگه امشم مگفتم خدا دیگه از تو مخوامی به چار موسیقی